مراجعات عمیق، تحلیل‌های وزین در بازارهای سهام، وام و مستغلات، ارز، مالیات و حسابداری، بیمه و بازنشستگی، پسنداز و سرمایه‌گذاری، بازارهای جهانی، پزشکی و روانپزشکی، همراه با گزارش‌های ویژه و مصاحبه‌های اختصاصی و اخبار فرهنگی اجتماعی. همگی زیر یک چتر. Iranian Financial Times. www.iranianft.com. الان روی ایر هستیم. لسلی هستم با برنامه ایرانیان فاینانشال تایمز. قسمت سوم برنامه ما هست سود و سرمایه، که شما را در جریان آخرین خبرهای مالی و اقتصادی قرار میدیم. مهمان عزیز این هفته ما آقای دکتر خشایار شجاعتی هستن، پرزیدنت پالس آف فاینانشال مارکتینگ، که سلامی دارم خدمتتون آقای شجاعتی. خیلی ممنون از وقتتون که به ما دادین. سلام از اون که من دارم روز خوبی نصیب شما و دیگران برنامه‌تون باشه. خیلی ممنون، مرسی. جناب شجاعتی، از ما چندین سوال شده که من میدونم انقدر این جوابا میتونه طولانی باشه که وقت برنامه رو میگیره. اگر شما لطف کنین به طور مختصر فقط جواب منو بدین، ازتون ممنون میشم. مرسی. اولین سوال من درباره این بازار داو جونز بود که هفته پیش 10,000 پوینت کاهش پیدا کرد و همه دارن الان درباره این دابل دیپ صحبت میکنن. اگر ممکنه یک توضیح مختصر بدین، ما رو آشنا بکنین با این واژه و آیا این بازار به چه صورتی خواهد بود؟ آیا شما آینده روشنی میبینین درباره بازار یا خیر؟ راستش خدمتتون بگم، آینده بازار یه مقدار خیلی زیادی بستگی پیدا میکنه به اقدامات دولت، به ویژه اقدامات وزارت خزانه‌داری، تریجری دیپارتمنت و بانک مرکزی فدرال رزرو توی آمریکا. به این مفهوم که اگر مقامات دولت در دو قالب و در دو هیئتی که متشکل شدن بخوان کنار گود بیستن و هیچ کاری نکنن، این بازار درست مثل وقایعی که سال 2008 در مورد 2009 اتفاق افتاد یه روزگار خیلی تلخ بدجوری در پیش رو خواهد داشت و احتمال کاهش بسیار بسیار جدی و وحشتناکی داره. منتهای مراتب همونطوری که در دور قبل مقامات دولتی چه وزارت خزانه‌داری چه بانک مرکزی دخالت کردن و با تزریق پول به سیستم تونستن جلوی کاهشش رو بگیرن، حدس قوی من بر این هست که این دور هم اگر ببینم برای از یه مقداری دیگه بیشتر بره بازار پایین تر میره و اوضاع خطری میشه، مجددا دست به مداخله میزنم و باز هم با تزریق پول یا اصطلاحا لیکویدیتی به سیستم سعی میکنم این بازار رو سرپا نگه دارم. ولی با این همه حتی در صورت مداخله دولت و تزریق پول به سیستم، حدس قوی من بر این هست که در یکی دو سه ماه آینده داو جونز که روز پنجشنبه زیر 10,000 رفته بود، جمعه با افزایشی که پیدا کرد خودش میکشون بالای 10,000، امروز با کاهشی که پیدا کرد دو دفعه نزدیک شد به زیر 10,000 بره ولی نرفت، ولی به احتمال خیلی زیاد تا 9,000 و شاید 8,800 احیانا تا اواخر دسامبر و اگر این اتفاق آخر سال نیفته در یکی دو ماهه اول سال 2011 اتفاق خواهد افتاد. بله آقای برنکی رئیس بانک مرکزی هفته پیش گفتن که من ایشونو کوت میکنن، گفتن Fed will do all it can to ensure economic recovery، یعنی که دولت مرکزی همه کاری که در بتونه در اختیارش هست انجام میده که یک خورده رو به بهبود ببره اینا. آیا سورس دیگه‌ای وجود داره براشون؟ برای اینکه اینطوری که ما میدونیم اینا سورس‌هاشون رو استفاده کردن و پولا رو دادن، و چه سورس‌های دیگه اینا دارن؟ یعنی چطور میتونن بیشتر کمک کنن به این موضوع؟ والا اصولا خب میدونه که مقامات دولتی مثل رؤسای کمپانی‌ها که همیشه همه جا و همه وقت سعی میکنن یه تصویر روشنی از وضعیت کمپانی خودشون ارائه بدن، مقامات دولتی هم سعی میکنن با مؤلفه‌ها و فاکتورهایی که مبین بهبود اوضاع اقتصادی باشه، مثلا رشد اقتصادی، مثل کم بودن بیکاری، مثل پایین بودن تورم و عوض سعی کنن و بالا بر رفتن بازار سهام سعی میکنن اوضاع رو مطلوب جلوه بدن. آقای برنکی طبعاً استثنایی برای این واحده نیستن. صحبتی که شما بهش اشاره فرمودید صحبتی که ایشون در اجلاع
مجلس سالانه بانک مرکزی آمریکا که در جکسون هول وایمینگ برگزار میشه هر سال روز جمعه شنبه بود، جمعه شنبه که بود داشت اونجا بود، این صحبت ها رو اونجا کردن. بله. منتها مراتب حالت آقای برنانته به نظر من بیشتر شبیه به سربازی که به جنگ رفته و گلوله هاش تموم شده، چون که اسلحه ها و اسلحه های اصلی که در اختیار بانک مرکزی برای مقابله با بحران هست، یکی این است که بهره بانکی اینترست ریت رو بیاره پایین، یکی دیگه اینکه شروع کنه پول چاپ کردن. تا به حال اون قسمت اولش تقریبا دیگه ترکیب به تهدید خورده و دیگه بهره از این پایینتا بهره نزدیک صفر دیگه نمیتونن بهره منفی ایجاد کنن و ببرن زیر صفر. بنابراین یه بخشی از طوفانی ایشون در واقع که مربوط به اینترست ریت بهره بشه از کار افتاده. میمونه قسمت دومش که شروع کنن پول چاپ کردن، یا اینکه یه راه دیگه میمونه که سال 2008 دومارش رو گرفتن و تا اوائل این سال سال 2010 هم ادامه داد، منتها مراتب نتیجه ازش نگرفت. اونم این بود که این اسناد و مدارک بی‌ارزش یا اصطلاح همون چیزی که خودشون بهشون میگن تاکسیدات که روی دست بانک‌ها و مؤسسات مالی مونده بود و پول دادن از اونها خریدن، شاید گشایشی تو کارشون حاصل بشه که نزدیک به چند تا میلیون دلار هم دولت این زمینه خرج کرد، از اونم نتیجه ای نگرفت. حالا ممکنه دو دفعه بخوام اینم تمدید کنم، من زیاد امید به اون ندارم. تنها کاری که میتونم بکنم این است که مجددا شروع کنم خسر نقد پول چاپ کردن و پول تازه بدم بیرون رو چاپ کنم. اگر این کار بکنم زمانی که اون سیاست ادامه پیدا کنه، خب طبیعی که میتونم باز یک تنفس مصنوعی به این اقتصاد بیمار درمانده بدم. ولی خب اونم علاقه به خودش داره که نمیدونم دو فرصت باشه یا نمیشه در فرصت دیگه بشه شاید. خیلی ممنونم. با این بهره های پایینی که الان داریم، خب بهتره که پولامونو تو بانک ها نذاریم، چون تقریبا هیچی نمیگیریم بهره و از اون برم باید مالیات بالا بدیم. به نظر شما الان بهترین راه برای پولمونو جای اینوست بکنیم کجا هستش؟ آیا شما جایی رو به ما توصیه میکنین؟ بله، انگوش روی نکته مهمی گذاشتید، چون که نفقد این که بانک ها بهره نمیدن و از اون طرف هم مالیات هم میگیرن، بلکه مهمتر از همه این است که پول آمریکا در کنار سایر پولهای کاغذی دنیا، ولی خب وضعیت دلار آمریکا از همه بدتره تو زمینه، داره روز به روز قدرت خرید خودش رو از دست میده. تازه همون دوران خوبش هست، ارزیابی من برای این است که در دو سه سال آینده حداقل 50% دیگه قدرت خرید دلار آمریکا کاهش پیدا خواهد کرد. بنابراین برای اینکه چگونه میشه از این پول استفاده کرد، برای کسانی که در حال حاضر به درآمد احتیاج ندارن به پولشون، جاهای معینی هست در بازار کالاها یا کامودیتیز مارکت، اونجا میشه سرمایه گذاری کنیم. در بازار فلزات قیمتی کشمت از مثل طلا و نقره و پلاتینیوم از این صورتا میشه سرمایه گذاری کرد. اگر احیانا کسانی هستن که مایل هستن از روی پولی که دارن درآمدی بگیرن و میخوان بهره خیلی خوب بگیرن، متاسفانه در هیچ جا توی آمریکا بهره خوب نمیدن. منظورم جاهایی که بشه اطمینان داشته است که پول به آدم از بین نره، درست، از که پول یا در دست بانک ها باشه از بین نره و ضمانتی که FDIC داره یا باید بانک های دولتی بخرید. بانک ها که هم تو میدونه که بیشتر از یه درصد بهره نمیدن، بانک های دولتی هم تازه 10 سال پول شما اگر گیر بیفته بانک به 10 سال نزدیک 2.5% بهره میدن. بنابراین تنها جایی که نمونه این است که بسیار از جاهای مطمئن که تضمین های دولتی رو پشت سر خودش داشته باشه در عرصه اقتصاد بین‌المللی پیدا کرد و در اونجا سرمایه‌گذاری کرد، که ما جاهای متعددی رو سراغ داریم که این کار رو میشود کرد و بستگی به اینکه داره که بین 1 تا 3-4 ساله بتونن صبر کنن کسانی که این سرمایه‌گذاری رو میکنن، بین 8-10% با تضمین 100% دولتی روی بهره از پول میتونن بهره بگیرن و تضمین هم داشته باشن روی پولشون. مرسی، خیلی ممنون. بینندگان عزیز، برای کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه میتونین با آقای خشایار شجاعتی با شماره تلفنی که روی صفحه تلویزیون میبینین تماس بگیرین و از نالج ایشون بهره مند بشین. آقای شجاعتی، خیلی ممنون از وقتتون. مرسی. اگر اجازه بدین در برنامه‌های بعدی هم مزاحمتون خواهیم شد. ممنون می‌کنم. سپاسگزارم از شما. شب شما بخیر.